28 سال سن دارم، از 9 سالگی شنا رو شروع کردم و از 15 سالگی به عضویت تیم ملی در اومدم و حاصل این 13-14 سال عضویت تیم ملی 53 مدال برون مرزیه و پر افتخارترین ورزشکار آسیا. من از 7 سالگی خب رشته‌های مختلفی رو رفتم مثل ژیمناستیک و تکواندو، ولی خب به توصیه یکی از اقوام رفتم که شنا رو فقط یاد بگیرم. خیلی هم از آب میترسیدم، دیر یاد گرفتم، ولی دیگه خب با پشتکاری که داشتم و خب حمایتی که خانواده کردش ادامه دادم تا از 14 سالگی به عضویت تیم ملی پاراشنا در اومدم. من زمانی که از توی وقتی پدرم برای من لباس آستین بلند اصلا نمیخرید که دستمو مخفی نکنم، خب من متوجه شدم که با این تفاوت اندامی که دارم از خانواده شروع شد اون پذیرش، کم کم به یک جامعه بزرگتر مثلا به محله رسید و همینجوری ادامه پیدا کرد. خب بله، جلسات اول مثلا مدرسه یا کلاس زبان هر جایی محیط جدیدی میرفتم یه مقدار اذیت میشدم، بچه ها از روی کنجکاوی نگاه میکردن یا سوال میکردن، ولی بعدش با هم رفیق میشدن و اصلا دیگه هیچ چیز خاصی نبود براشون که بخوان خیلی بهش توجه کنن و فکر میکنم بیشتر از بقیه هم دوست هم داشتن. من حالا درسته یک کف دست فقط ندارم، ولی توی شنا یک کف دست خیلی اهمیت داره که برای پیشروی بیشتر. خب من باید تلاش خیلی بیشتری میکردم که بتونم با بچه ها، عرض کردم تا 14 سالگی با افراد عادی تمرین میکردم تا بتونم به اونا برسم و خب تا حد خیلی زیادی هم موفق بودم و چون با اونا تمرین میکردم رکوردم خیلی پایین بود. سال 86 اولین باری که مسابقات کشوری در مشهد مقدس رفتم، اونجا تونستم 3 تا طلا به دست بیارم در پاراشنا و ستاره مسابقات شدم و سر رکورد ملی رو زدم. فکر میکنم پشت تمام افراد موفق اول پدر مادرشون هستن، مخصوصا مادرم خیلی حمایتم کردن. خب پدرم مشغول کار بودن، خب حمایت‌های دیگه‌ای داشتن، ولی خب مادرم منو میبردن استخ میآوردن و حتی مسیر استخری که می رفتیم یه موقع تیرای چراغ برقش می سوخت، مادرم هم می رفت اداره برق پیگیر می شد که خب اینجا مثلا ما داریم می آیم بچه رو می بریم باید روشن باشه. و من واقعا مدیون پدر مادرم هستم و تمام کسایی که خب بر من زحمت کشیدن. اعتماد به نفس خیلی زیادی شنا بهم داده و سعی هم کردم تا الان از این اعتماد به نفس کمک کنم به افرادی که گذشته شاهینی زدیار هستم و یه مقدار اعتماد به نفس ندارن. اولین مسابقه ای که رفتم برون مرزی سال 2009 توکیو ژاپن بود. 15 سالم بود که مسابقات جوانان آسیا بود در کشور ژاپن، اعزام شدم و اونجا یک طلا و 2 نقره کسب کردم. خب واقعیت انتظار نداشتم که بتونم مدال برون مرزی بگیرم، چون کلا یک سال بود وارد تیم ملی شده بودم، ولی خب از اونجا استارت کار خورد و بعدش هم دیگه سال 2010 که اولین دوره بازی آسیایی بود رفتم در گوانجو، اونجا ستاره مسابقات شدم، 2 طلا 1 نقره و 3 برنز گرفتم و پرمدال ترین ورزشکار کاروان شدم. 2 سال بعدش مسابقات پارالمپیک شد که من در حدود 6 ماه قبلش در مسابقات آیواز امارات اونجا تونستم کسب سهمیه کنم برای اولین بار. به عنوان تو کل تاریخ شنا ایران کسی کسب سهمیه نکرده بود. توی سال 2010 خب 17 سالم بود، واقعا انتظار نداشتم. بازی آسیایی اصلا یک استرسی داشت، یه ترسی داشت که من نهایت دوست داشتم که فقط یک مدال بگیرم، اصلا رنگش برام مهم نبود، یعنی به یک برنز هم راضی بودم. ولی خب رفتم، خدا رو شکر اولین طلای کاروانم کسب کردم و خب از اونجا استارت خود و انگیزم خیلی زیاد شد و همینجوری ادامه پیدا کرد تا تونستم 2 طلا و 1 نقره 3 برنز رو بگیرم و خب خیلی انگیزه زیادی شد برای ادامه تمریناتم تا 2 دوره بعدی بازی آسیایی و پارالمپیک ها. با تصمیمی که کمیته گرفت و تنها فردی هم که شرایط اعزام به پارالمپیک رو داشت من بودم، ولی خب یک سری دلایلی داشت خود کمیته پارالمپیک، مثل سیاست‌هایی رو مبنا قرار دادم و از اعزام شناگر خودداری کردم. من تیم فرد محبوبم پرسپولیس هستش و خب عدد 6 هم یه عدد خاطر انگیزه برای پرسپولیسیا.
وقتی که 6 تا طلا رو گرفتم گفتم که اینم به خاطر تیم پرسپولیس. در جا کارت خب مردم و اصحاب رسانه لطف داشتن و علاقاب زیادی به من دادن، مثل مایکل فلپس ایرانی، ارتش تک نفره و پسر طلایی. خیلی از این علاقاب به من دادن. خب اینا فقط بار مسئولیت من رو زیاد کرد برای مسابقات بعدی و خودم از بین این علاقاب ارتش تک نفره رو خیلی دوست داشتم و جالبه که از وقتی که لقب مایکل فلپس ایرانی رو گفتن، خب من نظرات مردم رو میخوندم، کامنت ها رو، خیلی ها گفته بودن که ما خودمون شاهین داریم، شاهین برای خود شاهینه، دلیل نداره بگیم مایکل فلپس ایرانی. استادیوم زیاد نرفتم، 3-4 بار رفتم که دو بارش یکی سال همون 2018 آقای برانکو برای نیمه نهایی دعوت کردن که فکر میکنم با اسد بازی داشتن و بردن و رفتن فینال، یه بارم برای فینال دعوت کردن و رفتم و مسابقه رو نزدیک دیدم که در آزادی برگزار شد. تو هر وقت که توان داشته باشم شنا رو انجام میدم و سعیمو میکنم که توی خب بزرگترین آرزوی ورزشیم که فقط این آرزو مونده روی سکو رفتن در پارالمپیک که امیدوارم توی پارالمپیک پاریس به این اتفاق برسه. شنا همه میگن که کمترین آسیب رو داره در بین رشته‌های ورزشی. آره خب مثلا پارگی تاندون نداره، کشیدگی تاندون نداره، ولی پر از التهابه. من الان خودم دوتا کتفام سایدگی غضروف پیدا کرده و التهاب وحشتناکی داره و خب خدا من کتفو درست کرده برای اینکه یه تکون معمولی بخوره، نه اینکه روزی 5000 بار 6000 بار در روز بخواد حرکت داشته باشه و تمرینات سنگین رو انجام بده. و حالا توی تمام رشته‌های ورزشی هستش، تنها چیزی که ورزش حرفه‌ای نداره سلامتیه. ما قبل اینکه به جاکارتا اعزام بشیم گفتن که طلای جاکارتا 160 سکه است. من وقتی اونجا بودم خود وزیر آقای سلطانی فر گفتن که تو اگه دوتا بگیری 300 تا سکه بهت میدم، ولی خب وقتی برگشتیم، خب من که 6 تا شده بود، اگه میخواستن همشو بدم فکر میکنم 1000 تا سکه میشد. اونو که هیچی، ولی بعدش که اومدیم دیگه دیدیم کم کم زمزمه است که خب ما سکه نمیخوایم بدیم، میخواد کارت هدیه بشه. بعد موقعی که قول دادن سکه 3 میلیون بود، موقعی که زمان تحویلش شد سکه شده بود 5 میلیون، ولی به ما وعده همون کارت هدیه 3 میلیونی رو دادن و خب از تعدادش هم کم کردم. من 249 تا فکر میکنم کارت هدیه 3 میلیونی گرفتم. ما نمیذاریم آقا شاهین عکس تکیه بگیره.